سلام و وقتان بخیر. بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. با امید از آنچه در برنامه تا این لحظه گذشت و نشر شد طرف توجه شما بیننده های خوب برنامه صبح و زندگی قرار گرفته باشه. ما آرام آرام آمدیم به باغ بالا، جایی که این طرف هتل اینترکانتیننتال است و این طرف هم ایکو نیفم برام چی است که بسیار خانه های زیاد اعمار شده و مردم تا بلنده های بلند اینجا خانه اعمار کردن و زندگی میکنن. اما با یک نفر اینجا برخوردیم که از دو پای معیوب است و یا دو پا ندارن و او هم چه وقت قسم موضوع شده و چگونه زندگی داره، سیگرت میفروشه، لایتر میفروشه، دیگه چیزی هم نیست. آیا با این سیگرت فروختن میتونه زندگی خود پیش ببره یا خیر؟ صحبت های بیشتر از خودش می داشته باشیم. سلام، صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. نامتان چی است؟ حفیظ‌الله هستم. حفیظ‌الله، چند سال دارین؟ و تقریبا 40 سال است. 40 سال است. ریشتان هم سفید شده. بله. کلش دمی جنگ و جدل افغانستان. دمی هیچ مشکلات و جنگ و جدل. بیرون از افغانستان که سفر نداشتیم. پاکستان رفتیم ما. و مهاجر شدیم. بله، جنگ ها. از پایتان برای ما بگوین، اردو پایتان نیست یا یکش است؟ نه، اردو پایم نیست. اردو پایتان نیست؟ بله. چقدر وقت پیش چگونه پایتان از بین رفت؟ این همی اثر راکت بود در همی کارته چا؟ در کدام شرایط بود؟ همی جنگ های تنظیمی. جنگ های تنظیمی که بود؟ بله، در این وقت دیگه تقریبا یک شاید 20 سال امترا شده. چه قسم امور میشه قصه کنی برای؟ امیره در همی سرک بود، جنگ بود در کارته چار سرک اول. اموجه راکت خوردک بازم اموجه پای مرا عبور کردم لب سرک. دیگه کیا بود؟ دیگه همی دوشتککان بود، دخترکان بود، مردری سفیدان بود. تقریبا این همونجا با 14-15 نفر افگار شده همونجا. زنان بود، سیاسران بود. کس دیگم شهید شد؟ کس شهید هم شده همونجا، 3-4 نفر. وقت ما دیگه نفهمیدیم، مثلا مردم زیاد افگار شد. اول از که راکت خورد و خودت زخمی شد، یک نفهمیدید؟ نه والا، ما بیوش شدم. چی وقت باوش آمدی؟ والا ما 3-4 روز بعد باوش آمده. کجا بودی؟ وقت ما پاکستان بودم. پاکستان برده بودی؟ در پاکستان برده. خب وقت زخمی شدی مستقیم بردن؟ مستقیم همونجا. وقت خیلی اردو پایت نیست؟ اردو پایم نیست دیگه اون وقت. باز چیه اگه احساس داشت شو زمانه؟ خود اگه احساسی نومیدی داره دیگه، معیوبیت هست. اما پس در خداوند تکله هستی، دست دیگه هوش و حواس همه خوب هست؟ بله، خوب هست. مقاومت کار داری، کار کده میتونی این حالا. بله. اما جالبتر این که این هم موترسکر هست هم کراچی برد. نمی دیگه سیار هست تقریبا. دیگه در سر نمی یک کار غریبی میکنیم به یک نفقه حلال. خانه کجاست؟ خانه ما در قلعه واد است. کوچه قلعه واد؟ کوچه قلعه واد. این ساخت وطن است؟ چرا خواهیم مدرسکر؟ ما خودم خریدیم، بازیاش خودم جور کردیم، نیاش سر خودم. این چیزایش جنگله ندارم اگر هم؟ نه جنگله. خب باز تل جات میخوره کم؟ نه خوبه، تلش کم است، مصرفش کم است. اینجا که روزانه سیگرت میفروشی و دیگه ما چی رو میبینم اینجا؟ سیگرت از لایتر از ساجق هم یک دو سه پوری است. با این میتونی زندگی تا پیش ببری؟ والا چی کنیم دیگه، مجبور هستی. همه عزیز از توان ما بالا هستی. گفتی آل 40 ساله هستی، 20 سال پیش پایت از دست دادی. یعنی او وقت 20 ساله بودی؟ 20 ساله بودم. والا عروسی کده بودی او وقت؟ نه والا، عروسی نکرده. خب وقت پایت از دست دادی باز عروسی کده ما. عروسی کده. آل سمره ازدواج چی هست؟ وقت دو تا اشتک دارم ما، یک بچه که یک دختره. کلان هستن خورد؟ والا ریزه هستن دیگه. خب از کار نیستن هنوز؟ نه دیگه، هنوز هستن روال دوست یاد. خب در خانواده در کل چند نفر هست؟ 10 نفر هست. 10 نفر. باز دیگه کس هم کاریگر هست؟ والا یک برادر ما هست و هم کار میکنه. خب معلم هست دیگه، ماش معلم هم دیدی که چقدر هست. حداقل امی خانواده خودت که 4 نفر هست، امی مصرف 4 نفر خوب برابر کرده میتونی هست؟ با توکل خدا. باز یک تیداد کسا کمکت میکنن یعنی؟ نه والا، سابقه خوب بود، حالی مگم شندان مزه کمک ممک چیزی نیست، ندیده امید اونمور خم. حالا خب ماه مبارک رمضان است. نه در رمضان ها یادم میاد که یک تعداد کسایی که روزگارشان خوب از در موتر خودان مثلا گوشت می بود یا یک مقدار پول در پاکت منداختن، باز کسایی که مثلا در ریاست تنظیف کار میکنن یا روی جاده کار میکنن، دست فروش هستن مثل خودت، بر از اینا هم پاکت میدادن و یا ایست که مواد خوراکه برشان میداد. حالا از گپا این امروز تقریبا چند دوم رمضان است؟ 13 یا 14 رمضان است. تو هنوز کس آمده کمکتان کده؟ نه والا، ما تو حال سابقا خوب بود، مگم حال ما چیزها رو ندیده. چندان مردم هم تسخص شده، چندان
چیزی کمک ما ندید. سمت کارت پروان باغ بالا کسایی که زندگی میکنه اقتصادشون خوبه. اقتصادشون خوبه، روزگارشون هم خوبه. مگه ما خو ندیدیم دیگه والله همش. سالای گذشته کمک میشه. سالای گذشته خوب بوده. مثلا چی چیزا میدادن؟ یعنی یگان پیسہ میدادن، یگان مواد، چیز میدادن، روغن، یگان بارد. مگه ما هیچ چیزا ما ندیدیم، نه هست. دوستان عزیز، شما هر کجای کسین اگر توانایی کمک کردن دارین، نامتان چی هست؟ حفیظ الله. میتونین حفیظ الله را روبروی هتل اینترکانتیننتال در باغ بالا پیدا بکنین و یک کراچیگه که داره که تصویر ساخت امید براتون که چگونه کراچی است کمک بکنین. واقعا ثواب بیش از حد داره بچونین کسایی که شما فکر بکنین اینا دو پای ندارن، تمام وسیله و همه چیزشون اینمی موترسایکلشون است. شما باز به خاطر وضو کردن و گپا از چوبا استفاده میکنید؟ بله میتونید. بله مسجد از اونجا وضو میکنن. در خانه کیا کمکتان میکنند؟ حداقل شش تا کس کرو سیکار تا میتونید؟ خودم میتونم، خودم. تشکر. کدام پیام اگر داشته باشین بر مردم، کدام خواهش داشته باشین؟ امیل اعظم و شما را از تلویزیون آریانا از برنامه صبح زندگی همگی میبینن. حالا ما خب پیام بی داریم که مردم معیوب و کسایی که کار نمیتونن، غریبی نمیتونن کمک کنن. این مردمایی که اقتصادش خوب است، بلند است، برای می مسلمانی امیز که برای یک هموطن خود، یک هم نو خود، چرا کمک و معاونت خوب است. اسلام امیر گفته ما شما شکر مسلمان هستیم. این ماه مبارک رمضان به می هست جا که همی بنده ها از خبر شده که مایو بیچاره، کسایی که غریب، اقتصاد ضعیف است، به این یک کمک است. مسلمانی و انسانیت و آدمگریت همیست. بله. امی یک چیز دیگه حال یادم آمده آخر که یک تعداد کسایی که مایوب هستند یک اتحادیه دارند، خودت شامل از اتحادیه شدند؟ نه، عوام چندان ترچی نیستند، مزهشان نیستند. ما چند دفعه اقدام کردیم، مگم چیزی از پیشون نه، باز این اتحادیه شون بعض کارهای میکنند، از کراچی ها پول میگیرند، از موترها پیسه میگیرند. نه، والا ما باوش نداریم، رابطه نداریم. قدر چرا نرفتی؟ مثلا یک تعداد مردم خوش هست از اینا، میگه خوب است که موترها را تنظیم میکنه، باز داد افغانی در پیره میگیردشان. اما یک تعداد درایورها و آبرین بسیار زیاد از اونا خفه هستن، میگن که اینا مزاحمت میکنه بر مردم، حتی خشن برخورد میکنن. چطور خودت نتونستی بری همراهشان؟ والا میره، ما خود ما نخواستیم، خود ما هم دیگر امید میکار بیا لقمه روزی حلال چی میگه بابرو بایزده بایزده همزی کارا ما خوش نداره. بسیار زیاد تشکر. خیبینی، زنده باشی. شما بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. با امید از اینکه آنچه در برنامه بود تا این لحظه طرف توجه شما خوبان قرار گرفته باشه و گفتم که این مرد حفیظ الله نام داره، در روبروی هتل اینترکانتیننتال در باغ بالا می باشه و سیگارت مفروشه، زندگی خوب نداره چندانه و از دو پا فلج است و یا دو پا نداره در کل. او هم در جنگای تنظیمی، توفه جنگای تنظیمی یک بار دیگه به یاد ما آمد. خب آرام آرام میریم به طرف استودیوی صبح و زندگی، ببینیم چی گپ‌ها در استودیوی صبح زندگی. اشون این بجا گزارشی که روز گذشته آماده کردیم به نشر میرسه.